خیلی خیلی خوشحالم که امشب میبینم اتا. راستش فکر نمی کردم تشریف بیاری. خوبه. تو این مدت من دستگیرم شده، شما آدمی نیستین که دم به ساعت وقتتون رو توی همچین جاهایی تلف کنین. باری کلا را افتادی؟ مگر اینکه امر خیلی در پیش باشه. چی شد؟ چی شد؟ این آخری رو یه دفعه دیگه بگو. مگر اینکه امر خیلی در پیش باشه. باز که وسط دعوا نق تعیین کردی. خب امر خیر دیگه کدومه؟ خب من میخوام بگیرمش. این پنبر از گوشت بیرون کن. اون دختری نیست که زن آدمی مثل تو بشه. یه هفته است داری تمرین میکنی که فقط بتونی 4 تا کلم باش حرف بزنی. اون خاطر خانه ابی از من خوشش میاد. آره جون عمه، واسه همینم دفعه اول که بهش سلام کردی داره دست آجان. یاد رفته 8 دفعه محلت نذاش، 10 دفعه قالت گذاشت، 20 دفعه تلفنت قطع کرد تا بالاخره مجبور شده باهات قرار بذاره. باید چی کنی؟ چی میخواد بهت بگه؟ چی میخواد بهت بگه؟ میخواد ردت کنه. تو رفیق منو یا رفیق اونی؟ رفیق تو. واسه همینم نمیخوام الکی روش حساب کنم. طرف یه شب دلش واسه سوخته داره باید میاد بیرون. فقط همین. اگه اینجوری بود که من تا حالا باید 1000 دفعه فرشته رو عقد میکردم. رابطه ما با رابطه شما فرق داره. هر جوری دوست داری. من اون چه شرط بلاغه است با تو میگویم. حالا تو هر غلطی دلت بخواد بکنی بکن. خوش بگذاری. تو میمیان؟ نه من باید برم کافه پیش فرشته. اگه گیره گوری داشتی زنگ بزن. خدا دست هم. یا چیز دیگه؟ مایه تیله چقدر داری؟ 60 تومن. زکر از که بخواد بره کل پزی. بیا این 1000 رو داشته باش. برو دور تو ابی. رفتم سر کار جبران میکنم. خوش بگذره. جای شما خالی. به سلامت. Where are you going? Mercy. متشکرم. Somebody help me out. نمیدونم چه جوری بگم. چی رو؟ همونایی رو که عبر کرده بودم. خیلی چیزا فکر کرده بودم. اما وقتی تو رو میبینم زبونم به میاد. همه چی یادم نیست. با نمکی. کی من؟ روزه اول فکر میکردم که ویرت گرفته سر به سرم بذاری. اما وقتی دیدم تو 3 ماه آزگار میایی و میری، هر دفعه به یه بهانه نظرم عوض شد. یعنی خوشت اومده ها؟ تو چی میخوای؟ دنبال چی هستی؟ واسه چی آخه هر روز؟ بس تو دیگه، پاشو بریم. اینجا جای تو نیست، مخصوصا با این لیسر و باها. خب جوابمو ندادی. چی بگم والا؟ مالای سرت نگرد بارو خونه. خالت میکنی به این دست بزنی؟ تو کی هستی مگه وکیل وسیع منی تو زندگیم دخالت میکنی؟
یه دفعه دیگه ما زبون خوش دارم بهت میگم را بیا پر خونه. سب کن آقا شیگولو، شما ناراحت نباشید خانم، من الان درستش میکنم. خانم هر کاری دلش بخواد میکنه، به هیچ کسی هم ربطی نداره. اگرم مزاحمش بشی شرقی میخوابونم بیخه گوشه. به همین شدی که بهت گفتم، درست میگم یا نه؟ خانم بگیر شما کنه دیگه پسر داری شورشو در میاری. آخه پدر تو که نمیدونی اون چی کار کرده. خفه شو. صد دفعه بهت گفتم مرد نباید دستشو رو زنش بلند کنه. کدوم زن عمو جان؟ چی؟ نمیفهمم شما چرا این مطلب اینقدر تکرار میکنی. بارها و بارها بهتون گفتم که من نمیخوام زن فرشید بشم، نگفتم؟ آروم باش دخترم، آروم باش جانم. چطور میتونم آروم باشم وقتی شما میخواید به زور منو به پسرتون بدی؟ من که بچه نیستم. من میتونم رو زندگی خودم تصمیم بگیرم. من زن فرشید نمیشم، اونو دوست ندارم. همه چیز که دوست داشتن نیست دخترم. فکر میکنی از روز اول مادرت عاشق مرحوم برادرم بود؟ نه، عشق ریزیز به وجود میاد بعد از ازدواج. شما دارین اشتباه میکنین عمو جان. اونو عاشق هم دیگه بودن، شاید به این دلیل بابام بعد از مرگ مادرم دیگه زن نگرفت. آره، حتما علتش همین بوده. تا دو نفر عاشق هم نباشن نمیتونم با هم دیگه زندگی بکنم. ولی تو باید به وصیت پدرت عمل کنی. این خواست اونه که تو زن پسرموت بشی. اینو به خاطر سعادت تو گفته. به کی گفته عمو جان؟ به کی؟ به من، عموت، قیمت، کسی که 6 سال آزگار زندگیشو وقف سعادت تو کرده. کسی که اگه بعد از مرگ پدرت سرپرستی تو رو قبول نمی کرد، معلوم نبود الان این ثروت بی حساب به چه صورتی در اومده بود و تو چه منجلابی زندگی می کردی. عاقل باش دخترم. فرشید پسر خوبیه، مهندس خارج دیده است، از همه مهمتر تو رو دوست داره. تو باید زن اون بشی، می فهمی؟ بله می فهمم. تو این 6 سالی که با ازدواج من مخالف بودیم و از هر کدوم از خواستگارای من یه ایرادی میگرفتیم، فکر میکردم به خاطر سعادت خودمه. فکر میکردم به جهت علاقتون به منه که اینقدر وسواس به خرج میدین. متاسفم عمو جان که این حقیقت تلخ امروز برام روشن شد. حالا دیگه خوب میفهمم همه اینا بازی بوده. میخواستیم منو نگه دارین تا پسرتون برگرده، پسری که به قول شما مهندسه، ولی در اصل تو آلمان به خاطر قاچاق زندانی بوده. کی اینا رو به تو گفته؟ شما مثل کپک سرتونو کردین زیر برف. اینو همه میدونن. مثل اینکه یادتون رفته 7 سال پیش روزنامه ها دربارش چی نوشته بودن. ها؟ یادتون رفته؟ 7 سال میکشم و سرم میاد از دست توه. اگه اون پرونده ای لعنتی نبود، اگه به جای درس خوندن دزدی و قمار و قاچاق میکردی. بسه دیگه عبر نکه، چه خبرته؟ پیادشو با هم بریم. مثل اینکه یادت رفته کی باید شد به اون راه کشیده بشم. خودت یادت رفته؟ من چون ورشکست شده بودم نمیتونستم برای تو پول بفرستم. بس دیگه، هیچ وقت سرکوفت اون گذشته و پرونده شو به سر من نزد. از این کارم پاتو بکش بیرون، خودم درستش میکنم. چی کار میخوای بکنی؟ راننده و مستخدمینو بفرست مرخصی. سیم تلفنم قطع کن. فرشید! 6 ماه روش تو را عمل کردیم، نتیجه صفر بود. بهت قول میدم در عرض 1 هفته با روش خودم کارو یک سره کنم. آژانس سلام علیکم. علیکم. ادی چی شد؟ هیچ. ضمانت قبول نمی کنی. باز بری زندان. چند ماه؟ ۱ ماه. یعنی هیچ راه دیگه ای نداره؟ چرا؟ اگه شانس بیاره یه طرف بمیره دارت میزن. ول کن بابا، تو هم شوخیت گرفته بی؟ آخه پسن نونت نبود، آبت نبود، خاطر خوش بودنت چی بود؟ میارزه به این مکافاتش؟
از این بدترش هم راضی هم میدونم. وقتی عاشق میشی دیگه هیچ چی سرت نمیشه. همچی حرف میزنه انگار تا حالا صد دفعه خاطر خواهی شدم. نه جون عمه، دفعه اولته. اون موبوره کی بود؟ کدوم یکی؟ تو بله؟ نه اون قد بلنده دور دورنما؟ آره همون دور دورنما. یادت رفته چه بلایی سرت برد؟ داری اشتباه میکنی؟ این یکی باز؟ آره میدونم با همشون فرق. خیلی هم جدی میگی، این دفعه خاطر خواه شدی، دست خودت هم نیست. اگرم نبینیش دیوونه میشی. اما بذار یه چیزی واسات بگم، تو دیوونه خدایی هستی. بسات تو فکر میکنی وقتی از یکی خوشت اومد دیگه کار تمومه؟ نه، باید طرفم علاقمند باشه. تو کجایی؟ چی فکر میکنی؟ برو زندون، اونجا تنها بشین، یه خورده فکر کن. بهت قول میدم همه چی دستت بیاره، از این به بعد بفهمی چیکار باید بکنی. نگران نیوه و سیگار و اینجور چیزا هم نباش، من دارمه. را بهت سر میزنم و نمیذارم آب تو دلت تکون بخوره. کاری میکنم که فکر کنی تو هتلی. راست میگی. من اینا سر کار گفتم. چشم و چارم باد کرده. چش و چاره؟ نه زیاد. باید قسم بخوری تو باز من تو بمیری بزنی. واسه چی؟ گفتم تو به من تو بمیری بزن. خیلی خوب. تو بمیری. بگو چی میخوای؟ میخوام تو این مدتی که من تو زندونم مواظب مریم باشی و نذاری شوبر بکنه. نذارم چیکار کنم؟ شوبر؟ مثل اینکه پسرعموش دنبالشه. میترسم وقتی که بیام بیرون کار از کار گذشته باشه. پس این همه میتینگای ما یاسین بود؟ نوکر تمامی جون، تو همیشه واسم رفیق خوبی بودی. به چیزی کاری نداشته باش، فقط نذار شوهر بکنه، هر جور که میتونی. خب یادت باشه تو بمیری زدیا. یادم. یه تحویل زندان همین جا؟ نه قصر، راهی آفریم ببین. یادت باشه ابی تو بمیری زدیا. خیالت راحت باشه، هر کاری از دستم برگرد بزن. میخوام چیکار کنم؟ هر کاری دوست داری، من همینطوریشم راضیم. نه خودمونو نمیگم، تو فکر دخترم. اگه شوهر کنه اسی پس میفته. میگم چطور برم در خونهشون واسم، هر کی اومد خواستگاری یه فصل بزنمش بفرستمش مرسونه سینا. به فرض این کارم کردی، خب میگیرم میکننت زندون، اون وقت چی؟ پس باید یه راه دیگه گیره بود. میخوای برو با دختره حرف بزن، بگو شوهر نکنه، بگو دو سه ما صبر کنه تا اسی بیاد بیرون. حرف ها میزنه ها، کجا که دختره راضی بشه زن اسی بشه. اونه یه خانواده کلافته، کلی سروعز و برابیا داره. تازه پسرم اوشم دنبالشه. پس با این حساب راهی نداره، باید ولش کنی ببینی چی پیش میاد. حرف ها میزنه، ولش کنم که ازی تو زندان فصل بیافته. حرفای علکی. خب پس دیگه هیچ راهی نداره جز اینکه بری شناسنامش رو بدزدی. حرف ها میزنه. Yeah.
دیگه زندگی برام مفهومی نداره. با این وضعی که عمام و پسرم رو ایجاد کردن، راهی جز خودکشی برام نمانده. اونا میخوان وادارم کنن که به عقد فرشید پسرم رو در بیام، فقط به جهت ثروتی که دارم. ای کاش پدرم زنده بود، کاش مادرم نمرده بود. ساعت 12 شب سه‌شنبه ششم دی ماه، مریم. من شماره ماشینشو برداشتم. حتما دوز بودن. مثل که یه چیزی هم با خودم بردم. فکر برم ببینم چی بردن. تو همینجا باش. باش. چند روز مستخدمی رو فرستادیم؟ از دیروز. چرا همشونو با هم؟ همه ای نیستن. یه راننده داریم با مادرش. گفتن میخوان برن قم زیارت. با اون راننده شکی نداری؟ نه، خونه‌زاده. 30 ساله که پیش ماست از بچگی. چیزی هم بردن؟ بله، یه گردنبند الماس گران قیمت متعلق به دختر عمون بوده. از روی میز توالتش دزدیدن. پس باید دوستا با نقشه قبلی اومده باشن اینجا. بله، فکر میکنم همینطور باشه. نگران نباشین، شماره ماشین رو برداشتیم، پیداشون بکنیم. امیدوارم. پس لطفاً برای تکمیل پرونده یه نفر با ما به کلانتری بیاد. نه، عصای بی پدر. چی شده؟ مریم نیست. مریم؟ آره. از قضیه گردنبند چیه؟ گردنبند پروی منه، خودم برداشتم. بگیرش. واسه یه چی؟ اگه فرار مریم رو مطرح کنیم، دست خودم رو پیش پلیس باز میشه. ولی توسط این گردنبند میتونیم به خود مریم برسیم. هر که بوده برای کمک به مریم اومده بوده، ندوزده. مگه تو نمیای تو؟ یه سرباز برم زندان ملامت اسی، هوای دختره رو داشته باش. اگه هوش نیامده باشه چی؟ وایسه تو هوش بیاد، بچه من میرم گاراژ، کاری بود زنگ بزن. دیگه حالشون خوبه، میتونیم بریم. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. کردم اسی اینقدر خوش سلیقه باشه. شما خیلی قشنگید. اسم من فرشته است. شما من آوردین اینجا؟ نامزدم. نامزدتون؟ آره. خونه ما چی کار میکرده؟ شانس شما بوده، شایدم شانس اسی. به هر حال حیف بود اگه دختر خوشگل و قشنگ مثل شما میمرد. کاش مرده بودم. گریه نکن، آدم نباید اینقدر ناامید باشه. همه چی درست میشه، بهت قول میدم. تو میتونی از این به بعد رو ما حساب کنی. ببینم تو غیر از عمو و پسرمو کسی دیگه رو نداری؟ فقط یه خاله، همه اینجا نیست. خب چرا باش تماس نمیگیری؟ چرا ازش نمیخوای بیاد سراغت؟ چرا تو پیشش نمیری؟
آبادان زندگی میکنه. من هیچ وقت نتونستم با اون تماس بگیرم، چه وقتی که بابام زنده بود چه بعد از مرگش. آخرین دفعه که دیدمش 7 سالم بود. نمیدونم چی کار کنم، نمیدونم کجا برم. آدرس خالتو میدونی؟ اون باید بتونه بهت کمک کنه. با هم مرده از فایده نداره، تو آچار با نزبه باش. بلام. سلام آقا امید. یه دستی به این بکشیم، موتورش ریپ میزنه. صحابی چند تا پاسبون اومده بودن اینجا سراغ شما رو میگرفتن. سراغ منو؟ اول سراغ جیپ رو گرفتن، از رو نمرهش. خب بعدش چی؟ وقتی فهمیدن جیپ مال شما، سراغ خودتون رو گرفتن. میخواستم بدونن کجایی. نفهمیدی چی کارم داشتن؟ با آقماشان حرف زدن، موقع رفتنم عکستون از رو دیوار برداشتن و با خودشون بردن. فکر کنم این دفعه هم پای اسی وسط باشه، حتما یک کلکی دست آقای بیداره. اون آدمی که من دیدم یا سر خودشو به باد میده یا سر رفیقشو. استارت بزن. نفهمیدم دولا پهنا حرف میزدم. منم چون شک کرده بودم گفتم 2-3 روزی میشه که نایدمه، گفتم رفتی سفر. اما باورشون نشد، میگفتن دیشب تهران بودی. یعنی از کجا فهمیدن؟ خیلی پر بودم، تو خودشون پچ میکردن و نقشه میکشیدن. با من در میون بذار، شاید راهی واسش گیر بیارم. خودم راست ریسش میکنم آقا ماشال. خدافز ابی. چیه؟ نیم ساعت پیش فرشته خانم زنگ زد و گفت نری بیمارستان، دختره رو روانش کردم پیش خالش. پیش کی؟ خالش. گفت تو آبادانه، راهیش کردن اونجا. با چی؟ با کی فرستادتش؟ الله اعلم، مختصر همینا رو گفت. گفت خونه است، بهش زنگ بزنید. صبر کن، با هم گوشی رو فرق میداریم. اگه کاری کنی که بو ببره تو هم شریک جرم میشی. اون وقت از همین جای راست میفرستم تو هلفتونی. فقط بهش میگی بیاد اینجا. میفهمی که فقط بیاد اینجا. بردار. الو. سلام فرشته، چی شده؟ باید ببینمت، خیلی چیزا هست که میخوام بهت بگم. تو چطه؟ مگه کسی بشته؟ نه تنها، اما باید ببینمت. آره خودتو برسو. باشه اومدم. برو بشین اونجا، تو هم میری پشت را پله با میسی، طوری که وقتی اومد نبینتت. بله قربان. از پله ها که اومد بالا خودتو میرسونی به در ورودی و راه فرارشو میبند. Thank you.
الو ابی توی؟ از اینکه خودتو به خطر انداختی خیلی ممنونم. من نمیتونم زیاد اینجا وایسم. این راسته که مریم و فرستادی سفر؟ آره، راه دیگه ای نبود. میترسید پسرم و ایناش پیداش کنن. رفت پیش خالش. با چی؟ با چی فرستادیش؟ بردمش خونه دوستش. اون دختر خوبی بود. ماشین باباشو بهش داد، پولم گرفت. بلیزر بود. واسه چی میخواد؟ باز برم دنبالش. نمیشه تنهاش گذاشت. ممکنه تو راه اتفاقی براش بیفته. ابی من میترسم. میترسم بلایی سرت بیاد. دست از این کار بردار. اون وقتی برسه برامون تلفن میزنه. شمارمونو بهش دادم. خیالت راحت باشه. واسه من هیچ اتفاقی نمیفته. گفتی ماشینش بلیزر بود؟ مواظب خودت باش. اگه پول خواستی از گاراژ بگیر. قربون شما. ولی میگیرنش. Thank you.
باش. سلام. با نمکی. درست مثل گربه که ادای موشو در میاره. خنده دار شدی. مال اینه که ذاتن شنگوله. خیلی خوب دیگه میتونی بیای پایینو بری. باشه. چشم. اومدم. علی علی. حالا اومدم پایین. اما کجا برم؟ هرچه که دوست داری. بیابونو بگیر و برو. ای گیر افتادم چی؟ خب این دیگه مشکل توه؟ حرفا میزنه، مشکل تو هم هست. آدم یا باید یک کاری رو نکنه یا وقتی کرد تمومش کنه. مثل که یه چیزی هم بدهکار شدم، بد کردم نذاشتم گیر بیفتی؟ نه، کار خوبی کردی. اما اگه دوباره گیر بیفتم چی؟ اون وقت دیگه واسم کاری نکردی. میخوای چی بگی؟ ها، چی بگم؟ منو بذار عقب ماشین و یه جای خوش آب و هوا ولم ده. خب. یه جایی که داری باشه، درختی باشه، از آجا ماجنم خبری نباشه. این جایی که تو میخوای بهشته. اگرم پیدا بشه تو رو توش را نمیدم. چرا؟ برای اینکه یه دوستی. خب میرم توبه میکنم. من فکر میکنم با این خوشمزه بازی ها و نمک پرونی ها میخوای خامم کنی و ماشین رو بدزدی و برداری دردی. با این حساب میتونی بری. تا اینجاش هم که کمکم کردی خیلی ممنون. ما هم سینه کش آفتاب بلو میشیم تا ببینیم خدا چی میخوای. خدا فرس خوش اومدی نیکو کار نسته داری. میتونی بری دنبال یک کار آبرومند دوزدی که نشد کنم؟ اتفاقا خودم هم فهمیدم، واسه همینم دارم میرم مشهد تا برم توبه کنم. مشهد؟ آره. از این طرف؟ آره. آخه رای خودش بسته بود، یعنی یه آژانا عکسم رو داشتم، سه چهار روز این برابر کردم تا تونستم راشو گیر بیارم. میرم آبادان دور میزنم. فرقش اینه که راه دورتر میشه. تازه این برم پلیس رو دنبالتم. مگه ندیدی؟ راست میگی. اما یه فرق دیگه هم داره. از این ور تو میری. تو اون جاده معلوم نبود کسی سوارم کنه. به نظرم آدم خوبی میای. آینده باشی. اونم از ریخت ظاهریم که بگذری باطنم خیلی اصیله. درسته که سر سفره همسایم رو نو خوردم، اما عوضش با کس و کارم. چند تا پسرخاله دارم که چاقو کشم، داشم تو زندونه، یکی از اموام دلاله، عوضش اون یکی پسرم من ماشالله خیلی وضعش رو براست. پارکاویه. بابا چی؟ پدر داری؟ داشتم. میگم یه غمی تو چشات میبینم، خیلی هم خونوادگیه. قضیه چیه؟ این چیزا دیگه کهنه شده. میخوای ازم حرف دریدی؟ نه جدی میگم، آخه من فالگیری هم بلدم. مثلا میخوای بگم تو کجا داری میری؟ آبادان. خب معلومه. از کجا؟ خودم بهت گفتم همه چند دقیقه پیش. راست میگی. چه بوی کله پاچه ای اومد، مثل اینکه از این قهوه خونه بود. خیلی خوشمزه بود. فقط یه چیز رو بهت راست گفتم. چی رو؟ که فالگیرم. یاد تو بده. نه ترس، کاری ندارم. یاد تو بده بینم. خیلی عالیه، خطاشو میگم. دلتو تاریک میبینم و پیشونیتو بلند. بی کس و کار نیستی، اما بابام نداری. چی؟ پدر نداری. دور و برت شلوغه و یه پول قلمبم وسط. واسه همینم خیلی هواتو دارم. اما دلتو تاریک میبینم. از یه چیزی میترسی.
شاید هم واسه همین زدی به جاده. سه تا جوان تو زندگیته، اولی از اون ناکساس خیلی چیزه، همه شانس آوری که سومی به موقع رسی، وگرنه تو حالا کلکت کنده شده. لابد میخوای بگی دومیشم خودتی؟ نه، اون بعد وقت تو هچله یه جایی گیر افتاده، واسه همینم هم کناره. یه خط دیگه، نگاه این خط عمره، از اینجا تا اینجا، این میگه که عمرت زیاده، واسه همینم هم خودکشیت نگرفته. چی شد؟ میتونم یه سیگار دود کنم؟ آره. عصبانی هستی؟ نه. از شهر شده؟ به اولین شهری که رسیدیم پیاده شد. فقط واسه اینکه فالتی گرفتم؟ واسه اینکه مرموزی ازت میترسم. حرفا میزنم. بچه رو دوباره سوارم کردی؟ خب تنها میرفتی؟ تو کی هستی؟ زهر ترک شدم، فکر کردم میخوای بندازی پایی. گفتم تو کی هستی؟ یه مسافر که فالگیریم بلده. برو پایی. فکر کردی اگه پنچر کنی چی میشه؟ برو پایی. فرض کنی 10 قدم بالاتر موتورت سوخ، اون وقت چیکار میکنی؟ برو پایی. باشه میرم، تو فکر میکنی واسه خودم میگم؟ نه، جاده است، اگه دوتا جلوت سبز شدن میتونی جلوشون در بیایی؟ نه میتونی؟ تو برو پایین. خیلی خب، حب برو پایین خورده. چیزه، میگم میخوای برم عقب بشینم، برم. برو پایین. سرمم نکنم نمیتونم بگم. تلفن الو. سلام فرشته، حالت چطوره؟ الان کجایی؟ اوزات رو براست؟ تو خورم شهرم، یه رو به که رسیدیم. اونطوری فکر نکن، دختر خوبیه. سب کن. چقدر باید یه تانی انداخت این راه دور رو. ببینم از اسی چه خبر؟ رفتی دیدیش؟ دنبال کارش باش، بازم بهش سر بزن، بگو که خیالش راحت باشه. من هوایی دختره رو دارم. خودت چطوری؟ خیالت از من راحت باشه، مواظب خودت باش. چاو. من اینجا. بارها میکنی؟
دوش وایساده بودی؟ پسرم من مثل که زن بود. نه جونم، این دخترم من بود. گفتم که پسرم من وضعش رو به راز، پیاده رفته خارج. خب حالا باید چیکار کنی؟ هیچی دیگه، تو برو شهر، منم میگردم دنبال خالم. زکی نامردیه، نمیتونم خودم رو راضی کنم تو ولایت غربت یه دختر تک و تنها بذارم. اول باید تو رو تحویل خالت بدم. بگو ببینم آدرسش چیه. نمیدونم. و چجوری میخوای پیداش کنی؟ گوش کن، من تو رو از دست پلیس نجات دادم، تو هم منو تا اینجا رسوندی، حالا دیگه با هم بی حسابی. خدافظ. حرفا میزنه، گوش کن. میگم که گوش کن، ببین اگه یه روز حرکت کردم؟ نه جونم، ولی اگه اومدی بعدم بالاتر موتورم سو؟ نه عزیزم، اما اگه اومدی من خود نفر جلوی سبز شده. آره همین. فرض کنیم قبل از رسیدن به خالت گیر دو سه تا از این نشونوشوی متجاوز افتادی، چی کار میخوای بکنی؟ نه میتونی از پسشون بر بیای؟ خوب گوش کن، اگه نگی کی هستی پلیس صدا میکنم و تحویلت میدم. تمام. آها میزنه، این چقدر پلیسی. میخوای گاز را آف کنی بابا، باعث آینه تو. مگه دیوونه شدی؟ اگه لب باز کنی رفتم تو شیش ماه حبس. بگو کی هستی؟ بابا جمال تو این رسمش. بگو کی هستی؟ بعد کردم تا اینجا رسوندمت، انصافت شد. بگو کی هستی؟ اگه نبودم که قبل از خرم آباد کلکت کنده بودم. بگو کی هستی؟ 500 کیلومتر واسه پشت فرمان نشستم، کلی فالتو گرفتم، به اندازه 40,000 تا خودم جهاز. سلام خواهی. سلام علیکم. چکرم سرکار، زن و شوهریم، اومدیم موصل در کنیم. مبارک. قربون شما. امری داشتیم؟ نه، بلی سرکار میدونیم. میکی اونا؟ آره، دنبال هتل موتل میکردیم، یه هتل آبرومند، من عزیزم. میکی؟ آره تو هتل. یه اتفاقی واسه افتاده. مریم شوخیت گرفته؟ آره الوعده وفا، حرفا میزنه. الان تو هتلی، منم تو رو لو ندادم. بگو کی هستی؟ زل ترک شدم، فکرم اتفاقی واسه افتاده. صبح با هم حرف میزنی؟ صبح؟ باشه. آب خوردنی چیزی نمیخوای؟ نوشیدنی یخی چیزی واسه بیارم. باشه بعد از تلفن. چی کار میخوای بکنی؟ الو شب بخیر آقا، شهربانی با شهربانی چطور میتونم کنم؟ مگه شوخی گرفته دختر؟ اگه منو بگیرن کی میخواد آدرس خالتو پیدا کنه؟ نه کی؟ دیگه بازی بسه، بگو قضیه چیه، وگرنه همه ماجرا رو با پلیس در میون میذارم. قضیه چی؟ من به تو مشکوک شدم، باید بدونم کی هستی. شاید تو یکی از آدمای فرشید باشی. شاید اون تو رو فرستاده سراغ من. نه بابا، من خودم 60 تا مثل فرشید آدم دارم. پس اونو میشناسی؟ آره، درسته که دیواره اینو اون بالا میرم، اما فالگیری هم بلدم. بهت که گفتم آینده رو پیش بینی میکنم و با یه نگاه همه چی دستم میاد. این یارو که بهش میگی فرشید پسرموته، اما یه عمو هم داری که آقاشه، پدر نداری، پولت هم از پارو بالا میره، یعنی ارثیه باباته. ولی خب اختیارش دست خودت نیست، یعنی تا وقتی عروسی نکردی اختیارش دست خودت نیست. مات نشو، خیلی چیزایی دیگرم میدونم. این که عمود میخواد به زور بدهت به پسرش، با اجازه.
این که داری در میری که این عروسی سر نگیره، این که یه شب خودکشی کردی با یه مثنوی چیزای دیگه. تو اینا رو از کجا میدونی؟ تو کی هستی؟ اسمم اوی، فامیلی ندارم چون از بیپولی جلو گذاشتم. بعضی شبا تو خواب راه میفتم و خرجی روزم رو جور میکنم. چند شب پیش همیتو که داشتم قدم میزدم رسیدم در خونه شما، عوض کردم یه سرگوشی آب بدم، شاید با یه چیز دندونگیر خرج 7-8 روزم را بندازم. فکر کنم شانس تو بوده، نباید به این شلی یا غزل رو میخوندی. داشتم دنبال پول و پله میگشتم که این نامه رو دیدم. خط خودته، بخونش. بخون. بیا یه پوکش بد نیست، حالتو جا میاره، واسط خوبه. خیلی دلم میخواست بدونم اونی که نجاتم داده کیه، اما حالا که فهمیدم بغضم گرفته. نمیدونم چرا، شایدم از خوشحالی باشه، نمیدونم. چرا اینو زودتر بهم نگفتی؟ گفتی اسم قایقی که خالت داره چیه؟ کنستانتین. گیرش میارم، از اسمش که معلومه خیلی گنده است. فردا صبح شروع میکنم به گشتن، از بندر گرفته تا لب شب، بالاخره پیداش میکنم. شب بخیر، خوب بخوابی. میگم که یه چیز دیگه، تو را اتفاقی خوردم به پسته، دنبالت نبودم. اینو که میدونم. میخوای فالتو بگیرم؟ Thank you.
همه چی درست میشه. بهت قول میدم. میریم تهران و ترتیب همه کارا رو میدم. نمیذارم کسی بهت زور بگه. بس دیگه. مرگ حقه. دیر یا زود بالاخره همه رفتنی هستی. تو شوهر میکنی. یه شوهر خوب. یه آدم با معرفت. یکی که بتونی بهش تکیه کنی. یکی که بتونه پشتت باشه، ازت حمایت کنه، حفظت کنه. با رفتن خالت همه چی تمام نشده. تو میتونی زندگی کنی اونطوری که میخوای. غم چیزی رو نخور. هر چی که تو تالت باشه همون میشه. خودتو رو پا داشته باش. هیچ کی افاسه بر نمیاد. اگه خدا بخواد که میخواد. شاید واسه همینم تو رو سر راه من گذاشتی. شاید اون شب واقعا داشتی قدم میزدی که به خونه ما رسیدی. اونی که میتونه ازم حمایت کنه تویی. اونی که میتونم بهش تکیه کنم تویی. تو میتونی مرد من باشی. با هم بمونه بمون میمونی. بار اولی که داره دلم میلرزه. دست پامو گم کردم. گیجم. اگه هوای دلمو داشته باشم نامردیه. اگه پا رو دلم بذارم چجوری؟ خواهش تو رو نهیده بدم. آخه چرا؟ میریم تهران همین حالا. ماشینو ببر. نه. چرا؟ بیا پایین.
چت شده ابی. اگه وسط اتفاقی افتاد میتونی به هم تلفن بزنی هر موقع شب که باشه. میخوای بیای تو؟ باشه بعد، فعلا کار دارم. هیچ فکر نمی کردم یه روزی اینقدر کسی رو دوست داشته باشم. تو دنیای دیگه ای رو بهم نشون دادی. واسه منم رنگ زندگی عوض شده. کاش با تو یه جور دیگه آشنا شده بودم. فکر میکنی عمود خونه باشه؟ نمیدونم. بیا سویچو بگیر. نه، ماشینو ببر. مال دوستته. خب باشه، مگه تو فردا نمیخوای بیای پیشم؟ خداحافظ. ابی نیستیم و ناچاری زدیم قضیه رو شلش کرد و اگر رفته بودیم تو پنج شیش ماه یعنی حق هم دارن سر یارو این هوا دهن با کرده بود. میدونی نیست دست چپ من قویه تا خود ناکار شد در دمر این گاف خورد زمین. شام خورد برنجه بخور خیلی خوش گفتم که سیرم برشتی حتما تو را تعبندی کرده. خب دیگه تعریف کن کجا رفتی چی کارا کردیم. رزیم مریم کجاست؟ خونش یه ساعت پیش رسوندمش. چرا نیوردیش اینجا؟ برو چمدونو منو ببند چند روزی میخوام برم سفر. سفر؟ بلنشو. تو چت شده ابی؟ اتفاقی افتاده ها؟ یه ماشین دمه داره مال مریمه، صبح میبری بهش میدی. بیا کاری که ازم خواسته بودی انجام دادم. دختره سعی سالم خونشه، تو هم بیرون. از اینجا به بعدش به خودت مربوط میشه. دیر به جنبی پسرم این ناکسش کلکشو میکنه. رو منم هیچ حسابی نکن واسه اینکه خسته شدم. میخوام چند وقتی بزنم به بیابونو برم یه گوشهی بیافتم. ببین من تکی نمیتونم از پسشون بر بیام. پس ولش کن. چی داری میگی؟ زنو باید تکی گرفت. ناسلامتی واسه خودت آدمی شدی بزی. زنو باید تکی گرفت اسی. تا کی میتونم دنبالت را بیفتم؟ تا کی باید به خاطر در به دری بکشم؟ منم آدمم اسی. خون که نکردم، رفاقت کردم اسی. ابی رفیقه گوش کن رفیق، من حالم خوب نیست، نمیدونم چمه، اما حالم دستم نیست. تو رفیقمی، نوکرتم، دوست دارم، اما پای من از این قضیه جدا کن. من دیگه تابشو ندارم، دارم خم میشم، دارم میافتم. من نامرد نیستم اسی، منم یه آدمم مثل تو. برو سراغش، جوری که میدونی قضیه رو راست ریز کن، از پسش بر میایی. مطمئن باش راست آفه، اون احتیاج به کمک داره، به کسی که بالاش در بیاد. فرقی نمی کنه کی باشه، اگه یه ذره عرضه داشته باشی خون بدی قضیه حله. تو اینو میخوای ابی؟ آره اسی، میخوام رفیق هم بمونیم. Thank you.
تمام چیزایی که بهم دادی بهت پس میدم وقتی رفتم سر کار. تو دانسین فهمیدم که پسرم بود از اون ناکس هست و وقتی افتادم تو زندون فکر کردم ممکنه اذیتت کنه واسه همینم بود که بفرمایید قربون شما باعث خجالت شده میبخشی تو زحمت انداختمتون. خب میگم آره اینطوری شد که به ابی ماموریت دادم بیاد دنباله. پسر خوبیه، هر وقت دعواش میشد منه میبرد. الان 19 ساله که ما با هم رفیقیم. از وقتی که داداشم بود از خودم بزرگتر بود. داداشمو میگم تو حالا از من چی میخوای؟ هیچی، چجوری بگم روم نمیشه، اما خب من میخوام با هم ازدواج کنی، زنم بشی. اگه زنم بشی نمیذارم آب تو دل تکون بخوره، میرم سر کار، هر چی بخوای واسط میخرم، هر کاریم بهم بگی واسط میکنم. من نمیذارم هیچ کسی اذیتت کنه. از بابت پسرم و اینام اصلا ناراحت نباش. برسه اینجا زرتی میذارم تو گوشش، من از پس همه چون برمیام. به ابیام هیچ احتیاجی ندارم، اینو به خودشم گفتم. کی بهش گفتی؟ کجا؟ همین دیشب تو خونه. اون خیال میکنه که من نمیتونم خودم رو پام وایستم. خوب حقم داره، ما جلوش کوتاه آمدیم هوایی شده، خیال میکنه من بی ارزه. اون حالا کجاست؟ نمیدونم، میخواست بره سفر، میگفت خسته شده، مثل اینکه کور کنده. دور زمین عوض شده خانم جون. رفیقم رفیقای سابق، یادم یه پسره بود که میخواد. سلام عمو جان. سه روز و سه شبه که خواب به چشم منو فرشید نیومده. تو این مدت همه جا رو گشتیم و تو رو گیر نیاوردیم. این کار چه معنی داره؟ کدوم کار؟ تو داری آبروی ما رو میبری، تن اون مرده رو تو قبر میلرزونی. فرار از خونه با یه آدم بی سر و پا چه مفهومی میتونه داشته باشه؟ آها یواش یواش، تو میدون سید اسماعیل وایستادی یا هوار میکشی؟ چه خبرته؟ دلش خواسته بره، به تو چه؟ زن منه. زن تو؟ بله، بهش بگو رو دروسی نداره که. ما میخواییم زن و شوهر بشین، به هیچ کسی هم ربطی نداره. از این به بعد هم مواظب حرف زدنت باش، وگرنه زرتی میزنم توی گوشت. یعنی چه؟ این چی میگه؟ بهتر خودتون باش حرف بزنین عمو جان، طمع شما کارو به اینجاها کشونده. ببین سب کن، من باید کار دارم. چه؟ مگه نمیخوای داماد این خانواده بشی؟ خب چرا؟ ها؟ خب پس باید با هم آشنا بشیم، نباید؟ خیلی خوب دیگه، مار داری گریه میکنی؟ چرا گریه میکنی؟ نمیدونم چی بگم، تو عوض شدی، تو اینجوری نبودی، نمیدونم چه اتفاقی افتاده. بخت، این راسته، تو زنی، باید بچه داشته باشی، باید خیال تخت باشه که مرد زیر سرته. آدم پیری و کوری داره، مخصوصا زن. تو همیشه جوان نمیمونی، حالا وقتشه که به فکر خودت باشی. تو چی؟ من با تو فرق دارم، یعنی با خیلی هم حسابم با خودم بستم، هر جوری پیش بیاد میچرم، بالاخرم یه جا تموم میشه. اما تو نه. هیچ فکر نمیکردم یه همچین آخری داشته باشه. اما چی کار میشه کرد؟ پیش اومده دیگه. من یاد گرفتم که با زندگی بسازم. خاطرت همیشه برام عزیزه و چشمم منتظرت میمونه. هر وقت هوامو کردی برگرد. خداحافظ.
تقدیر نمیشه جنگید. هیچ کس نمیدونه فردا چی پیش میاد. نه فکر کنی جایی به خصوصی میخوام برم، نه، فقط میخوام برم. دارم در میرم از همه چی، از همه کس، حتی از خودم. واقعا دوست داره، میتونه خوشبختت کنه. ما راهمون به هم نمیخوره، طالعمون از هم جداست. دنیای ما خیلی با هم توفیر داره. من یه دوز. دروغ میگی، تو داری در میری، داری فداکاری میکنی به خاطر رفیقت. من اینو مطمئنم. خواهش میکنم جناب سروان، بگین اون واسه چی گرفتی، چی رو بهش دست باره. من حاضرم جناب سروان، برید. جناب سروان خواهش چی شده آقا؟ اونو چرا گرفت؟ مگه چی کار کرده؟ ولی بدون اینکه قصد بدی ندارم، میخوام به ابی کمک کنم. خواهش میکنم بگیم برای چی گرفتنش، چی کار کرده؟ اونو نگرفتن، خودش تلفن زد بیان سراغش، خودش خواست برای زندون. آخه واسه چی؟ نمیدونم، هر چی باریک شدم تو قضیهش سر در نیوردم، پاک قاطی کرده. شده این کپی که پشت روش کنم، نمیدونم چی تکونش داده. اونی ریختی نبود، هیچی بهش اثر نداشت. خنده لبش پس نمیرفت، غم تو دلش را نمیداد، راست و سکندر جلوی تیرم علم میشد. اما حالا شده تو دار، انگار دست از دنیا شسته. این نمیتونه واسه یه گردن بند باشه. اون این کاره نیست، دوز نیست. قضیه گردن بند چیه؟ اینجور بسر رشیده جومه مریم کجاست؟ هیچ عصبانی نباش، خون سرد و عاقل باش. اون رفته بیرون، ولی پسری که باش بوده اینجاست. ابی؟ یه همچین اسمی داره، ولی مشخصاتش اونی نیست که تو گفتی. یه خورده چاق و خلوزه. نمیدیم بهت آلت چرم، نمیتونم دوری تمول کنم. به به، پارسال دوست، امسال دشمن. چشممون به جمال ناکست روشن شد. تا اینجا چی میخوای؟ زکی از صابخونه ببین چی میپرسه. اینجا خونه منه، من چی میخوام؟ تو چی میخوای؟ قبل از اینکه واسه خودت درد سر درست کنی، دومتو بذار رو کولتو بزن به خیابون. بی معنی حرف بزنی میزنم تو گوشت، به همین شدی که بهت گفتم. از بابای پرفیوزت یاد بگید ببین چقدر آغاز خود تو سرت کنید. خونه که منه میزنی؟ بسه دیگه فرشید، بسه. دخالت نده پدر، ارش کن یاد آدمش کنم. چی عوضی؟
بلش کن فرشید. فرشید الان مثل یه آشقال میرسه به بیرون. گرده من بلش کن پسر. برو برو تو زیاد میکنی عوضی برو میترم چشمت در میرم. بس دیگه بلش کن. بلند شد شانس آوردی که مرگم آمد وگرم میزدن گردنت خورد میکنه. دست به یخه. سلام کجا رفته بودی تو؟ امو جون ببینید چی میگم، من میخواستم همه چی رو با پلیس در میون بذارم ولی رعایت موی سفیدتون رو کردم. یه ساعت بهتون مهلت میدم به پلیس مراجعه کنین و همه چیز رو براشون بگین. بهشون بگین که دزدیدن گردن من فقط یه تهمت بوده. گردن بند؟ قضیه گردن بند چیه؟ نمیدونم چی داری میگی. بی خود خودتون رو به اون را نزنین. من همه چیز رو میدونم. اگه تا یه ساعت دیگه ابی رو از زندان آزاد نکنین چشمامو هم میذارم. اون وقت میدونی سرنوشتتون چی میشه؟ آره دیگه کارت به جایی رسیده که ما رو تهدید میکنی. زود برو تو اتاقت وگرنه. اون روزا دیگه گذشت. دیگه نمیتونین منو تو اتاقم زندانی بکنین، چون دارن ساعت به ساعت این خونه رو کنترل میکنن به وسیله دوستان. فقط کافیه یه لحظه شک بکنن. ولی نه از تو این ببخشی کم گیری کن کت بستی در خدمت خانم. بفرمی آقایونو بنداز بیرون، دیگه هم حق برگشتن ندارم. چی؟ چیزی به مریم گفته بودی؟ اسی اینجاست، دو ساعتی میشه که منتظرته. اسی؟ حالش درست نیست، زورش کردم نخوره اما به خرجش نرم. لوده لوده مثل اینکه خیال دعوه داره. بگو یه دستی به جیب بکشن، از بس خوابیده باتریش خالی کرد. علامتی مردک رو کردم. اول به مخم زد، دیده طرف پول داره، بیافته توش وضعش روبرا میشه. همدید روبرا هست نیست باقیشو بگو، خودتو خالی کنی بهتره. باز خیال برم داشت که خوشگل بوده ازش خوشی شما. خیلی فکر رو کردم، یواش یواش داشت مخم سوت میکشی. گفتم دو سه تا استکان بزنم شاید تو رفیقمی. اگه جای من بودی چی کار میکردی؟ من جای تو نیستم. آره آره راست میگی، تو عاقلی، گاراژ داری، ماشین داری، تیز و بازی، بلدی چجوری زنها رو خر کنی، اما من نه. چقدر خر بودم با آک تو این سرم. همش تقصیر اون بابای دیوونمه، از وزد تو سرم خل شدم. تو هم از همین استفاده کردی، دیدی من خلم، دیوونم. آره من خلم. داره بیرا میگی، حرف دلت نیست، حرف عرقه. صد دفعه بهت گفتم کمتر بخور. بس دیگه، تو کی هستی که به من دستور میدی؟ بخور نخور، بشین نشین، پاچو تو خیال میکنی کی هستی؟ هبی چی کاری؟ داشتمی؟ ده نیستی؟ تو خیلی نامردی هبی. یادت میاد سر اون دختره واسه چقدر کوچه رو پاییدم؟ یادت میاد واسه همین فرشته تو کافه چند دفعه دعوا کردم؟ بیا این شل گردنت، فکر میکنی یه کود دارم کردی؟ منو خریدی؟ میرم سر کار هبی، هر چی که تا حالا خرجم کردی بهت میدم. بهت میدم.
آره من باش که زیر منت کی بودم خیال میکردم دوستم داری خیال میکردم رفیقمی تو خیلی نامردی ابی خیلی نامردی آره خیلی اگه دنبالش را افتادم واسه خاطر تو بود اگه در به در کوه بیامون شدم واسه خاطر تو بود واسه خاطر تو از خیلی چیزا گذشتم چی؟ دلم واسه خاطر تو پاروش گذاشتم حرفای علکی نزنه بی من نمیذارم اگه جلوت پایین بره من نمیذارم سادگی تو استفاده میکنه اون داره کلچ میزنه قرار مدارشو با مریم گذاشته فردا صبح زود دوتایی میرن یه جایی که دست هیچ کس بهشون نرسه من نمیتونم کاری بکنم اما تو چرا؟ از کجا میدونی؟ تو از کجا میدونی که میخوام با هم برم؟ عاقل باش یه خورده مخت رو به کار بنداز فکر میکنی چی به مریم گفته بود که درگیری ابی واسه اون گردن بنده چی بهش گفته بود اسیر بردن زندان واسه چی خودشو به آب و آتیش زد که اون از زندان خلاص بشه واسه این که میخواد باش بره میخواد زنش بشه ابی بهت کلک زده بچه اینو بفهم آره مثل این که راست میگه اما خدا کنه اینطور نباشه اگه به این کلک زده باشه وای به حالش گردنش خورد میکنه میکشمش نه این راش نیست اگه باش درگیر بشی اگه خودتونو از بین ببری دوباره میفتی تو زندون هیچ فکر کردی وضع مریم چی میشه؟ من دنبال مریم نیستم خودم زن دارم بچه دارم تو آلمان از دنبال چی هست؟ پول اگه قول بدی وقتی با مریم عروسی کردی نصف اون ثروت رو میدی به من وقتی به همه چی رو برات میدم خودم ابی رو از سر رات بر میدارم چه جوری؟ فقط کافیه بکشونش اینجا فردا صبح زود وقتی که آفتاب در میاد فرداش وقتی که آفتاب در میاد درستی باشه مطلب دیگه از درست و غلط به دوره زندگی مثل خواب میمونه آدمو بدون این که بخواد روی لبه میذاره جایی که تکون بخوری از یه ور افتادی هیچ رایی واسم نمونده ناچارم برم آخه چرا؟ چرا؟ گوش کن ابی این حق نیست تو نباید با من یه همچه رفتاری بکنی نباید زندگی منو به بازی بگیری
درسته که اسی رفیقته، درسته که با هم بزرگ شدیم، درسته که، اما من چی؟ من چرا باید فدای رفاقت تو اون بشم؟ گوش کن مریم. نه تو گوش کن، دیگه دارم تحملم از دست میدم، دیگه بسمه، چقدر تا کی؟ من رو همه پیدا کرده بودم، چرا نجات هم دادی؟ در این که بیچاره تر از گذشته بیرم کنی؟ تو اینو نمیتونی بفهمی. اسی خیال میکنه که من بهش کلک زدم، خیال میکنه که به قصد تو نخ تو رفتم تو از شنگش درت بیارم، اون فکر میکنه چون تو رو دوست داره کار تمومه. واسه همین باید برم، سخته اما این کارو میکنم، از این شهر میرم تا فراموش کن همه چی رو، چون راه دیگه ای نمونده. مثل این که حرفشون شده، فکر میکنی به گلندش سر چیه؟ من چی میدونم بابا؟ قهوه تو بخوره خانوم. بله باشم ازشون گرم بکنم، باز موچری شروع شد. سلام از کردم خانم، بفرمین اتومیل حاضره. بفرم بسید ماشین که نداری، تا در خونه میرسونمه، سوار شو. دست میگو بفرمین. باشه. سلام. بشین. رفتم کافه عقبت نبودی، فرشته گفت دیگه پیش اون نمیری، گفت که لباساتو از پیشش آوردی، فهمیدم که دیگه میای خونه خودت، منم اومدم اینجا. خوش اومدی. کار ما خنده دار شده. تو زندون بیشتر به همون خوش میگذشت تا بیرون، بهتر نبود همونجا میموندم؟ چرا دولو پهنه حرف میزنی؟ رو راست بگو چی میخوای، چته؟ چرا به هم نمیگی؟ تو خیلی عوض شدی رفی، اون آدم ثابت نیستی، یا یادت رفته واسه خاطر من چه کارا میکردی؟ یادت رفته؟ اگه باد به گوشت میرسون من تو هچلم تا پتلپورت هم می اومدی، تو دیگه اون آدم سابق نیستی، دست از همه چی کشیدی، رفقات، دوستات، آشنایات، واسه خاطر چی؟ چرا داری منو تنها میذاری؟
اونم وقتی که میدونی به کمکت احتیاج دارم، وقتی که میدونی اگه نباشی من عبی میرم. چی میخوای؟ میخوای واسه چی کار کنم؟ بگو چی میخوای؟ میخوام فردا بیای و کارو یه سره کنی. با فرشید قرار گذاشتم تو قلعه سنگی جاده ساوه، اما تعمیه پسش بر نمیام. تو باید با من بیای، مثل سابق، مثل همیشه، دوتایی با هم. باشه میام و کارو یه سره میکنم، کاری رو میکنم که تو میخوای. مگه نمیخوای فردا صبح زود بری سفر؟ بعدم میرم. برو تو اتاق رو تخت خواب بخواب تا صبح. من همینجا رو مبل میخواب، خودت برو تو اتاق بخواب. باشه. فوزولی خانم میبخشینا، ولی مثل اینکه حالتون خوب نیست. نه چیزی نیست. صبح به این زودی دارین مشروب میفرمین؟ ساعت 4 بازم میگین چیزیتون نیست؟ ما دنبالش میریم. کجا؟ هر جا که بریم. تو به این کمک میکنی؟ ای خانم، من غلام خونزاد شما، از جونم واسهتون دریغ نمیکنم. پس چمدونا رو ببر. چشم. عجله کن. قبل از اینکه از خونه بره بهش برس. از هر بری که اون رفت دنبالش را میافته. رو چشم کنم، رو چشم لنگه به لنگم. این واسه چیه؟ این تناب برای چیه؟ ممکنه به درد بخوره. ببین سفته؟ بده ببین. آره. منو بستی؟ آخر عاقبت این کار روشن نیست، ممکنه دستبالمون بهم بشه و یکی از بین بره. واسه همینم فکر کردم تو نیایی بهتره. تو خیلی نامردی ابی، تو داری در میری با دختره. واسه همین منو بستی، میخوای نتونم دنبالت بیام. اما من گیرت میارم هر جای دنیا که بری، تا جون دارم میکوبم که بهت برسم. اون وقت من میدونم و تو، اون وقت من میدونم و تو ابی، به مردی نشده به نامردی کلک تو میکنم مثل خودت. گوش کن رفیق، دلم از یه چیزی خیلی گرفته، از این که زمانه عوض شده، از این که دیگه واسه هر کاری حساب کتابی هست. دیگه تیری نیست که بشه ازش بالا رفت و زنبور گرفت. دیگه دلی نیست که با یه شکرپنیر نرم بشه و دنبال آدم را بیفته. حالا دیگه دلا تو مشته و مشتان با یه تلنگر با میشه. حق داری باید فکر کنی، تقصیر تو نیست، تقصیر زمانه است. اما من واسه تمومش میکنم، اینو بهت قول میدم. دارم میرم سر وقت فرشید، نه جای دیگه. تو دروغ میگی، داری خامم میکنی که با مریم فرار کنی. ابی، هر رو ابی، این یه نقشه است،
اونا میکشنه، من باهاشون قرار گذاشتم. ایبی نرو. چه فرقی میکنه؟ بالاخره باید این کار یه سره بشه. شاید هم بازم هم دیگر رو دیدی. نرو ایبی، اونا میکشنه. ایبی من آدم بدی هستم. ماشینش که نیستش، دیشب ماشینش همینجا دم در بود. یعنی ممکنه رفته باشی؟ الان تحقیق می نمایم. چیه؟ من آمدم. بیا تو. گفت بی تو کجایی؟ کجایی گفتی بیا تو؟
الان میکنم خیال میکنه اینجا هم رینگ بوکسه جونه هم مات قتل گاه توه بشه میکنچه من خیلی از خودت متشکری ترس مردنم تو این زمانه اقبال میخواد